شم ناسم نسلی اخشون میکنیم دف کاف بیت رو از خط پنجم از بالا حکل افشنا تل سگی که اومده گرفته خرارا این کیکی که پخته شده بوده روی زغال و رفته و خرمن طرف آتیش زده روی کیکی که خورده نزق شالم میده روی خرمنه خطی نزق میده ایتمر. اینجا وارد یه مخلوقت اساسی میشیم رابطه ای رابی خانن عمر ایشو میشوم خیتساو. وقتی که آتیش آسیب میرسونه این مثل این که شخص داره تیر اندازی میکنه. رشو نگاه بکنید ایشو میشوم خیتسو یا خیتساو خیوو هکاتوو ده ای هوقا آوید پاسوق خیابش کرده مثل این که خود شخص این عمل رو انجام داده دهوه که زورق خط مثل این میمونه که اومده تیر انداخته قدرت شخص بوده که این آسیب رو به وجود آورده. و رشلاقیش آمر ایشو میشوم مامونو رشلاقیش میگه نه این اموالش بوده که آسیب زده. رشی بعدی کشو رو او برو مثل گاوش مثل چاهش شهی زیغو که اومده و آسیب زده و قصر قدرت آخ و حوامینه اینه که ده ای که به نیهو که گون شهید لیغ به گخلت شه اینو شلو نفخمینه. وقتی که اومده آتیش روشن کرده با زغالی که مال خودش نبوده لربی آخانان خیاب ده خیتصاف هن به خاطری که این قدرتشه این تیرشه اول رشلاقیش پاتور دلاو ما منوهو ولی طبق رشلاقیش پاتوره به خاطری که این زغال مال خودش نبوده. توصفات شیشومی میفرماید ایشو میشوم مامونو کلومر خیوف مامونو یشبو ولوشه یه ها اش شلو. وقتی میگه رشلاقیش میگه به خاطر مامونش خیابه نه که مالشه بلکه چون اومده این آتیش رو روشن کرده این آتیش مالش حساب میشه. طبق رشی وقتی رشلاقیش میگه ایشو میشوم مامونو یعنی این مثل حیوان توی که آسیب برسونه. توصفات میگه نه چون تو اینو روشنش کردی این مال تو حساب میشه که وقتی آسیب بزنه تو موظف هستی. حالا نفقمینه طبق توصفات نفقمینه وقتی یکی گاوت بیاد یه آتیش روشن بکنه طبق ربی خانان خیابی ایشو میشوم خیتساب. اینجا هم گاوه مثل تیر تو میمونه ولی طبق رشلاقیش پاتوری. ما رو میپرسه و رشلاقیش میتم آلا آمر که ربی خانان چرا رشلاقیش مثل ربی خانان نگفت آمر لاخ. رشلاقیش بهت میگه خیتساف میکوخو قاعزله تیر یک شخص توسط قدرت شخص حرکت میکنه های لو میکوخو قاعزیل در صورتی که آتیش از قدرت شخص نیست که حرکت میکنه یه باد میاد میزنه آتیش حرکت میکنه و خدا این رشلاقیش یاد نمیگیره مثل ربیو خانن. به ربیو خانن میتم الله امر که رشلاقیش چرا ربیو خانن مثل رشلاقیش نگفت آمرلاخ. ربیو خانن اگه بود بهت میگفت مامونا ایت به مماشا مامون تو حیوان تو چاه تو مماشوت داره جسم شیء قابل لمسه ها لیت به مماشا این آتیشه جسم و شی نیست قابل لمس نیست به خاطر همین ربی یوحنان مثل رشلاقیش یاد نمیگیره. پس ربو تای رشلاقیش میگه ایشو میشوم مامونو مثل این پولت میمونه مثل گاوت میمونه. ربی یوحنان میگه نه ایشو میشوم خیتساب مثل تیرتو میمونه قدرت توه. تنان ما خوندیم هکل شنا تل خرارا سگی که اومده یه کیک گرفته رفته خرمن آتیش زده رو کیک نزق شالم میده رو خرمنه خطی نزق میده. بیش لما لمند آمر ایشو میشوم خیتساب جور در میاد طبق ربی خانان که گفته بود اینجا قدرت شخصی که آسیب زده خیتساب ده کلفو این آتیشه هم یک تیریه که این سگ شخص به وجود اومده دینت سرورت داره به حساب و روی خرمنه خطی نزق میده. البته روی خراره روی کیکه که نزق شالم میده به خاطری که تولادای شنه دورشوت نیزق شن نزق شالم میده و روی گادیش که خطی نزق میده چون شبیه به خطی نزق سرورت الا لمن دامر ایشو میشو مامونو
ولی طبق مندامری که میگه این مال تو بوده که آسیب زده، که یعنی تو مسئولی روی هر چیزی که مال توه و آسیب میرسونه. های اش لاو مامانوده به الکلفو، اینجا آتیشه مال صاحب سگه نیست که بخواد روش خیاف بشه، یا طبق تصافت این صاحب سگه آتیشه رو روشن نکرده، پس چرا اینجا باید روی خرمنه خدسی نزق بده؟ آتیشه مال صاحب سگه که نبوده. آمر راخل اشلاقیش، میفهمه اشلاقیش، آخا به مسخینان. اینجا در چه موردی صحبت میکنیم؟ ده عدیه عدویه، اومده پرتاب کرده این زغال رو یا کیک زغالی رو روی خرمنه. ده ال خرارا مشلم نزق شالم، روی این کیکی که خورده و نزق شالم بده تولده شنه. و ال مقوم گخلت، و روی اون محلی که این زغاله قرار گرفته، اون قسمت خرمنه که زغاله افتاده اونجا، مشلم خطی نزق، روی اون محله فقط خطی نزق میده، چون این قدرت خود سگه بوده و دینت سرورت داره. و الگادیش کوله پاتور، ولی آره رشلاقیش میگه روی بقیه خرمن پاتوره، بخاطری که آتیشه مال صاحب سگه نبوده. رابیا خانان که میگه ایشو میشم خیتاوه، که چرا روی آتیش خیاوه؟ بخاطری که قدرتشه تیرشه. میگه این مورد یه که ده انخا انوخه، اومده سگه این زغاله کیک زغالی رو قرار داده روی خرمن بدون اینکه پرتاب بکنه، بدون شینوی. ال خرارا روی خوردن این خرارایه که تولده شنه نزق شاله میده. و المقوم گخلت، همینطور روی محلی که این زغال قرار گرفته، مشلم نزق شالم، رو هر دوتاش نزق شالم میده. و الهگادیش مشلم خطی نزق، روی بقیه خرمنه که مثل سرورت میمونه خطی نزق میده. تا شما بیا و بشنو. گامال تا اون پیشتان، یک شطوری که بارش پر از کتون، بیش از حد اومده شطورشو بار کرده. داور بیشو تربیم و از رشو تربیم عبور کرده و نیخ نسا پیشتانو لطخ خانوت، و انقدر این بارش زیاد بوده که کتون بار شطوره وارد مغازه شده. و دالقو به نروشل خنوانی، آتیش گرفته این کتونه با شمع مغازه دار. و هیدلیق تبیرا، بعدن هم شطوره همینطور میرفته و زده یه خونه بزرگی رو به آتیش کشیده. بعل هگامال خیاف، صاحب شطوره اینجا باید پول این خونه رو بده. اینی خنوانی نرو میبخود، اگه مغازه دار اومده شمشو قرار داده بوده بیرون تورشو تاربیم، خنوانی خیاف، اینجا مغازه داره که روی آسیبهای این کتونه و شطوره خیاف میشه. ربی یهودا عمر به نر خنوکا پاتور، ربی یهودا میگه نه، اگه شمع خنوکا باشه که اجازه داشته بذاره صاحب مغازه شمعشو بیرون، اون وقته که صاحب مغازه اونجا پاتوره، چون طبق فرمان خخامیم اومده داشته میزبای شمع خنوکا رو انجام میداده. حالا بیش لامال من دامر ایشو میشوم خیتصاف، طبق ربی یوحنان که میگه آتیش تیر انسان حساب میشه، قدرت انسان حساب میشه، به خاطر همین صاحب شطوره روی سوزوندن این خونه خیاب میشه. خیتصاف ده گامالهو، چون شخص مسئول روی حیبونش، اینجا هم تیر این شطوره بوده. اعلال مندامر میشون مامونو، ولی طبق مندامری که میگه چه روی آتیش خیابه، به خاطری که این مال شخص حساب میشه. های اش لاو مامونا ده بعل گامالهو، این آتیشه مال صاحب شطوره نبوده، یا طبق تصافت آتیشه رو صاحب شطوره روشن نکرده که بخواد روش خیاب بشه. آمر لاخ رشلاقیش، رشلاقیش اگه بود به تو جواب میداد. ها خب به مسخینان، در چه موردی صحبت میکنیم؟ به مسخ سخت کل حبیرا کولا، شطوره با مالوندن خودش به این خونه به طور مستقیم زده و خونه رو
آتیش زده، نه اینکه آتیش یه جا روشن کرده و بعدن پخش شده. به خاطر همین اینجا تموم بیراه، تموم خونه حساب میشه مقوم گخلت. رشلاقیش گفته بود روی خراره و روی مقوم گخلت، روی محلی که اون زغاله رو قرار داده روی اون نزق شالم باید بده. اینجا هم تموم خونه حساب میشه مقوم گخلت، چون مستقیمن شطوره همینطور خودشو مالونده و تموم خونه رو آتیش زده. که ما میگه ایها خیه ما سیف، اگه اینطور بیو سیفا رو ببینیم. این هینی اخ خنوانی نرو میبخود، اگه مغازدار اومده بود قرار داده بود شمشو بیرون تو رشو تربیم، خنوانی خیاب، مغازدار خیابه و ای به مسخسخت. اگه اینجا شطره مستقیم اومده تموم این خونه رو باتیش کشیده، اما ای خیاب برای چی اینجا مغازدار خیاب باشه؟ اصل آتیش توسط چی بوده؟ شطره بوده. یه بار میگه بشه آمدا، اینجا شطره در جا ایستاده. رشیشیش خلاصفاین میگه بشه آمدا آمد هگامال بیم قمو، شطره در جا ایستاده و سیخ سخ ات کل ابیرا، همون جایی که ایستاده بوده با مالونده و تموم خونه رو آتیش زده. شهایتا خویلاتو گدولا، به خاطری که بارش خیلی بزرگ بوده که نگت کل هبیرا در مقابل تموم این خونه. و گمارا لوشا وقل از سو قیل میلت او پیرخه، و هنوز اینجا گمارا اجازه نمیده که جواب کامل رو بگه. گمارا سوال میپرسه، میگه آمدا و سیخ سخا، چی اونجه در جا ایستاده و تموم این خونه رو با آتیش کشیده؟ کل شکنده خنوانی پاتور او با الهگامال خیاف، صد چندان که اینجا باید مغازه داره پاتور باشه و صاحب شطره خیاب باشه. صاحب شطره باید بوده جلوی شطره رو بگیره که تمام خونه رو با آتیش نکشه. آمر ربونا برمانا و اخمیشمه در ربیقا ها خواب مسخینا، اینجا در چه موردی صحبت میکنیم؟ که گنش آمدا لحتیل ممه، اینجا شطره ایستاده بوده ادرار بکنه و به هیچ وجه نمیتونسته صاحبش بیاد تکونش بده ایوونه رو وقتی داشته ادرار میکنه، باید بود کارشو تموم کنه. ریشا و الگامال خیاب، تو ریشا که شمه توی مغازه بوده اونجا صاحب شطور خیابه، دلو ایبا اله لعپوشه بیت اینا، چون نباید بوده بار زیاد بار شطورش بکنه. سیفا خنوانی خیاب، تو سیفا اینجا مغازه دار تنها خیابه، دلو ایبایی لیل انوخه نرو معبه رای، که اینجا نباید میبوده شمشو بیرون تو رشو تربیم قرار بده. به شمشم نسل و نسلی اخشور میکنیم دف کاف بت عمود بت. پس یه مخلوقت اساسی داشتیم بین ربی یوحنان و رشلاقیش، که رشلاقیش گفت وقتی که آتیش میره و آسیب میرسونه این مامونوه، همونطوری که گاوت چاهت وقتی آسیب میرسونه تو مسئولی، اینجا هم آتیش تو وقتی آسیب میرسونه مسئولی. ربی یوحنان گفت نه، ایشو میشو میشوم خیتاو، مثل این که تو تیر انداختی، قدرت توی که آسیب زده، به خاطر اینه که خیابی. خط سوم میفهمید گمارا تا شما بیا و بشنو، همدلیق تگادیش و هایا گدی کافوت لو، شخصی میاد یک خرمنی رو به آتیش میکشه و یک بزی کنار این خرمن گره خورده بوده، بسته بوده و اود ساموخلو، و یه غلامی همون دوروبرا بوده و نزدیکی بوده، غلامه بسته نبوده، میتونست غلامه فرار کنه بره و نیست رفت ایمو، و به همراه این خرمنی که طرف آتیش میزنه هم غلامه و هم بزغله میسوزن. اینجا شخصی که با آتیش کشیده خیابه روی خرمنه و روی بوزه، روی غلامه خیاب نیست، غلامه میتونست فرار کنه بره. حالا ما یه قانون داریم، کیم لبده ربا مینه، وقتی که شخص دو تا مجازات باید بشه، مجازات بزرگتره رو سرش میاریم، از مجازات کوچیکتره پاتوره. مثلا زده طرف رو کشته لباسش هم پاره کرده، مجازات مرگ میگیره به خاطری که طرف رو کشته، پرداخت نمیکنه به خاطر لباس طرف. اینجا وقتی غلامه میتونسته فرار بکنه، پس مجازات میتا روی غلامه نمیگیره، نمیتونی بگیم کیم لبه درابامینه، بنابراین باید پرداخت بکنه به خاطر خرمنه و بوزه.
حالا برعکسش عبد کافوتلو اگه غلامه بسته بوده و گدی ساموخلو و بزغاله اون دور و برا بوده آزاد بوده و نیست رفیم و خرمنه رو که میسوزونه بزغاله و غلامه هم با خرمنه میسوزن، اینجا پاتور، پاتوره که پرداخت بکنه روی خرمنه و روی بزغاله. چرا؟ مجازات مرگ داره برای کشتن غلامه، میگیم کیمله به درب آمینه، مجازات بزرگتره که سرت میاریم از پرداخت کردن پاتور میشی. که من میگه حالا بیش لاما اینجور در میاد لمن دامر ایشو میشوم خیتصاف، طبق لمن دامری که میگه چرا با روی آتیش خیابی؟ با خاطری که این قدرت توه، این تیر توه، هر کسی که این آتیش رو روشن کرده این قدرتشه، میشوم هاخی، به خاطر همینه که تو سیفا، اینجا فقط با سیفا سر کار داریم که غلامه بسته بوده، اونجا تو سیفا پس پاتوره از پرداخت کردن، مثل این میمونه که مستقیمن زده غلامه رو کشته، خیوب میتا میگیره روی غلامه از پرداخت کردن پاتور میشه. کیمله به درب آمینه احلال من دامن ایشو میشو مامونو، ولی طبق من دامنه که میگه تو چرا روی آتیش خیاوی؟ با خاطری که این مثل اموال تو میمونه امی پاتور، اینجا چرا از پرداخت کردن پاتور بشه؟ ایلو قاتل توره عودا، اگه گاوش میرفت یه غلامی رو میزد میکشت، آخینا میدلو میخیف و در حینی که میکشت یه آسیب دیگه هم میرسوند که باید بوده پرداخت بکنه، آیا پرداخت نمیکرد؟ اگه گاو شخص بره بکشه، ما هیچوقت شخص رو به خاطر کشتن گاوش نمیکشیم، پس چی باید پرداخت بکنه؟ جریمه باید پرداخت بکنه. اگه یک غلام کشته شل و شیم شل عبد، باید 30 شقل برای غلامه پرداخت بکنه. آسیب هم رسونده، خرمن رو سوزونده، باید پول خرمنه رو هم بده، چون دین قینکیم لبده ربامینه این طرف از پرداخت کردن پاتور نمی کنه. پس اگه اینجا بخوایم بگیم ایشو میشوم مامونو، اگه بخوایم بگیم آتیش شخص اموال شخص حساب میشه، وقتی که شخص گاوش بره و آسیب برسونه غلامی رو بکشه نمی کشیمش، اینجا خیابه که پرداخت بکنه، کیمله به درب آمینه نداریم. پس چرا اینجا تو سیفا میگه پاتور از پرداخت کردن؟ باید خیاب باشه. آمر الاخ ربی شیمون بن لاقیش، رش لاقیش اگه بود بهت میگفت ها خواب مسقینان. اینجا تو سیفا در چه موردی صحبت میکنیم؟ که شهیدسیت به گوفو شل عبد، آتیشو قرار داده روی بدن غلامه، روی سوزوندن مستقیم غلامه میتا میگیره و از پرداخت کردن پاتور میشه، دقامله بده ربامینه. وقتی مجازات بزرگتره رو میگیره روی کشتن غلامه پاتور میشه از پرداخت. گمان میگه ایها خیمایل ممرا، اگه اینطوره که مستقیما زده غلامه رو آتیش زده، اصلا چه گفتنی داره؟ میخوای به من حلاخای کیمله بده ربامینه رو یاد بدی؟ میگه لوت سریخا، لازم به گفتنه به گدید خد و عودد خد. اینجا بزغاله مال یه نفر بوده، غلامه هم مال یه نفر بوده. من ممکن بود بگم که میگیم کیمله بده ربامینه وقتی که شخص اومده طرف و کشته لباسشم پاره کرده، همون شخص رو دیگه چون به خاطر کشتن میکشیمش پول لباس طرف رو نمیده. اینجا ما یه صاحب غلام داریم، یه صاحب بزغاله داریم، روی کشتن بزغاله چون خیاب میشه از پرداخت به صاحب بزغاله هم پاتوره، دو نفر مختلف، در این خیدوششه. تا شمع میگه بیا و بشنو، هشوله یخ اتحب ای را بید خیرش شته و قطان، شخصی که آتیششو میسپره به دست خیر شته و قطان، آدم کرولال شته یا زیر سن، که اینا همشون نمیتونن مسئولیت آتیش رو قبول بکنن، پاتور میدینه آدم و خیاب به دینه شامعیم. اگه رفتن و این خیر شده به قطعاً آتیش سوزی رو انداختن، این طرف که آتیش رو دست اینا داده میدینه آدم پاتوره، نمیتونی ببریش تو بدین مسئولش بکنی. ولی عقدش بارخو راه های مختلف داره که کی و کی مجازات بکنه.
حالا ما اینجا با بید شمعیم کاری نداریم، تو بدین این بابا پاتوره. میفهمید گمارا بیش لامل من دامر ایشا میشوم خیتزاو، طبق ربی آخانان که میگه آتیشی که شخص روشن میکنه چرا خیابه؟ به خاطری که این تیریه که ایجاد کرده قدرتشه. اینجا میفهمم که چرا میدینه آدم پاتوره خیتزاو ده خیرشو، به خاطری که این آتیشه توسط خیرش بوده که ادامه داشته. الهلال من دامر ایشا میشوم مامونو، طبق رشلاقیش که میگه تو رو آتیشت مسئولی، به خاطری که مثل اموال تو میمونه، مثل گاوه تو میمونه. ایلو ما سر شورو لخر شته و قطان اومدیم و گاوشو اینجا آتیششو سپرده. اگه میومد و گاوشو میسپرد به دست خر شته و قطان، ها خینامی دلو میخیب، آیا خیاب نمیبود اگه گاوه میرفت آسیب میرسون؟ البته که خیاب میبود. پس اینجا هم اگه آتیشش رفت آسیب رسونده توسط خرش رو طبقاتن باید خیاب باشه، که ما میفهمید ها ایتمر آلا. ما روی اون میشنا خوندیم آمر رشلاقیش که رشلاقیش میگه میشه مد خیزقیا از قول خیزقیا لوشانو، کی میگیم فرستنده روی آتیشش پاتوره؟ الا که شما سرلو گخلت، اگه اومده یک زغال سپرده، زغالی که خود به خود داره رو به خاموشی میره، نه مشعل و لیبا، و خرشه اومده اینو فوتش کرده و رفته آتیش زده. اول ما سرلو شلهوت خیاب، ولی اگه اومده مشعل سپرده دست خرش رو طبقاتان، اینجا فرستنده خیابه. میتما چرا؟ دباری هزقا، باری یعنی سالم مطمئنن، اینجا مطمئنن این آسیب میرسونه. و ربی آخانان آمر، و ربی آخانان میگه افیلو شلهوت پاتور، حتی اگه مشعل بسپره دست خرش رو طبقاتان هنوز پاتوره. قاسا بر سفتا ده خرش قاگارم، سفتا میشه انبور، اینجا معنی میده دستکاری یا درگیری خرشه بوده که موجب شده این آسیب صورت بگیره. آی پس کی طبق ربی خانان که خیاب باشه؟ لوم خیب عدد ما سرله گوازا سیلتا اوش راگا، خیاب نمیشه مگه اینکه بیاد بسپره دست خرش و طبقاتان تیکه های چوب ریز خشک و شم، که اینجا مطمئنن آتیش سوزی صورت میگیره و این فرستنده پشیعه. ولی طبق ربی خانان اگه فقط اومده آتیش به تنهایی داده دست خرش و طبقاتان، بید آدم پاتوره، چون ایشو میشوم خیتصاب اش قدرت شخص حساب میشه و اینجا کوخ شخص نبوده، کوخ خرشه بوده. آمر راوا، میفهمید راوا قرا اومتنی تا مسیله لربی آخانان، ما هم یه پاسوق داریم و هم یه برایتا که کمک میکنه به گفته ربی آخانان که ایشو میشوم خیتصاب، آتیش یعنی قدرت تیر شخص. قرا دیختیف پاسوق میفرماید کیتسه اش اومادسه آ قدسی مبنه خلگادیش او حقام او حساده. ابتدای پاسوق اگه آتیشی خارج بشه پیدا بکنه خارها رو و خرمنی رو بسوزونه یا محصولی که هنوز درو نشده، او حساده یا صحرا شلم یا شلم هم اویر اتبعه را، شخصی که این آتیش رو روشن کرده باید به خاطر آتیش سوزی پرداخت بکنه. کی تتسه اش، این که تو را میگه وقتی آتش خارج شود یعنی تتسه معتما، یعنی آتیشه از خودش خارج شود، شخص میاد تو محل خودش روشن میکنه آتیشه خودش باد میزنه و میره. یه شلم هم اویر اعتبرا، داره میگه کسی که روشن کرده باید خسارت بده. شما امینا، از اینجا به نتیجه میرسیم ایشو میشوم خیتصاب که آتیش چیه؟ تیر شخص حساب میشه. متنی تا بیه برایتا داریم مثل ربی خانه دتنه، همطوری که ما خوندیم پاتخ کاتوب به نیزغ مامونو، پاسوق داره شروع میکنه به صحبت کردن در مورد آسیب هایی که شخص با اموالش میزنه، چون شروع میشه کی تتسه اش، یعنی آتیشه که مامونشه داره خودش میره و آسیب میزنه، و سی ام به نیزغه گوفو، بعد خاتمه میده
مثل اینکه این شخص بوده که این آتیش رو روشن کرده. میگه همویر اتبعرا، اول شروع میشه میگه آتیش خودش رفته، بعد میگه این بابا بوده که آتیش رو روشن کرده. لو مرده خواه میخواد به تو چی بگه؟ ایشو میشوم خیتصاف. یه آتیش وقتی آسیب میرسونه، این تیر و قدرت تو بوده که این آسیب رسونده. بشه منشه مناسه مناسلی حرف شروع میکنیم. دف کاف گیم نمود الف خط دوم. آمر راوا میفهمید راوا قش یا لیل عبایه، عبایه سوال داشت. لمن دامر ایشو میشوم خیتصاف، طبق من دامری که میگه آتیش وقتی آسیب میرسونه این قدرت و تیر شخصه. شیطای ربی یوحنان و رشلاقیشو داشتی دفعه قبلی. ربی یوحنان گفت وقتی که آتیش آسیب میرسونه این قدرت و نیرو و تیر تو حساب میشه. رشلاقیش گفته بود این اموال تو، مثل گاو تو که رفته آسیب زده. راوا میگه طبق ربی یوحنان تامون با اش دپاتر رحمانه هیخی مشک که مشکه خطلا. ما کجا پیدا میکنیم یه قانون داریم تامون با اش؟ اگه طرف بره خرمن همسایه را آتیش بزنه، این بابا تو این خرمنش اسکناس داشته، پول اسکناس رو نمیده، فقط پول خرمنه رو میده. ما کجا پیدا میکنیم طبق ربی یوحنان که روی تامون با اش طرف چی باشه؟ پاتور باشه. چون وقتی که انسان یه تیری رو پرتاب بکنه و آسیب برسونه، روی چیزای پنهانی هم خیابه. به نیخاله و عبایی که این سوال رو داشت جواب میده که گون شنافلا دلقا لعوتو خسر، وقتی که آتیش سوزی صورت گرفته توی یه حیات و نافلا گادر و این حصار که باید بوده به ایسته میفته، شلو مخمت دلقا، نه به خاطر آتیش سوزی، به یه دلیل دیگهی، به حال خواه هیدلیقا و هیزیقا به خاطر آخرت، و این آتیشه میره و تو همسایه بغلی آسیب میرسونه. دهاتام کالوله خیتصاب، اونجا میگیم تیر شخص تو همون خاطر اولی تموم شده، چون در زمانی که آتیش سوزی صورت گرفته تو حیات اولی، این آتیشه حصاری اونجا بوده که نمی رفته تو حیات بغلی، و اگه تو خرمن همسایه اینجا چیزی پنهان شده، باید بود بگیم روی این چیزهای پنهان پاتور باشه. یا ما میگه ایهاخی، اگه اینطوره که آتیشه اینجا شروع شده و تو همسایه بغل خاتمه پیدا کرده، میخوای بگی رو خرمن همسایه پاتور روی تامون، لینین گالوی نامی کالول خیتصاف، بیا بگو تیرش همینجا تو صحرا اولی تموم شده و روی خرمن آشکار همسایه هم نباید خیاب باشه، به خاطر قدرت این قشیا که با وجود که باید روی خرمن همسایه پاتور باشه اینجا خیابه. گمان میفهمید باید بگیم الاله منده ایتله میشوم خیتصاف، طبق ربی یوحنان که میگه آتیشی که تو روشن کردی این تیر توه، ایتله نامی میشوم مامونو، قبول داره که این اموال تو هم هست. رشی مقابل خط شیشم گمارا میگه ایتله نامی میشوم مامونو، ربی یوحنان نه فقط میگه ایشو میشوم خیتصاف، میگه ایشو میشوم مامونو و هیخا دلیکا لخیو با میشوم خیتصاف، و وقتی نمیتونی خیابش بکنی با خاطری که این تیر طرف بوده، به این کار لخیوه میشون مامونو، ولی میتونی خیابش بکنی با خاطری که این مامونش بوده. مخیابینان ل، ربی یوحنان میگه ما خیابش میکنیم. هیلکا اخلین ین گالوی، بنابراین اینجا این خرمنه که تو همسایه بغلی بوده و آشکار بوده، افل گفته کالولو خیتصاب، با وجود که این بابا تیرش تو حیات اولی تموم شده و رفته، هنوز ما میگیم اینجا خیابه میشون مامونو. چرا؟ به خاطری که مامونش حساب میشه. پس رشلاقیش اینجا داره میگه ایشو میشون مامونو، اگه آتیشی روشن کردی به خاطری که این مال توه خیابی. ربی یوحنان میگه حتی چون که این تیر توه هم خیابی، و تو چنین موردی که آتیش سوزی صورت گرفته تو حیات اولی، دیواره ریخته نه به خاطر آتیش سوزی و آتیشه تو حیات دومی هم آتیش زده، فرق هست بین گالوی و تامون.
که روی خرمنی که آشکاره خیابی ولی روی چیزایی که توش پنهانه پاتوری. گمارا توضیح میده او که گون شایالو لعگرا ولو گدارا، در موردی که این صاحب آتیشه میتونسته بیاد جلوگیری بکنه که آتیشه جلو نره و نکرده. رشو نگاه بکنید، او که گون شایالو لگدرا به ترم تعور هدلقا، قبل از این که آتیشه بره عبور بکنه شام، هایالو شاهد اینجا وقت داشته و یا خل گدرا میتونسته حساره رو دوباره درست بکنه، ولو گدرا و حساره رو درست نکرده. دعف الگبد لیکال خیو و اهو ار ریشون، با وجودی که تو نمیتونی به خاطر آتیش که تو حیات اولی روشن شده خیابش بکنی، به خیاب الشم صوفو خیابش میکنی به خاطر آخر، منظور به خاطری که نیمدی تو حساره رو درست بکنی. شلوشیمر گخلتو لیگدور به فانه ها، که نگهداری نکرده از این زغال که بیاد جلوشو حسار بزنه. ادامه تو گمارا، دهاتام شروهو ولو تافخ به اپه، این آتیشه مثل گاوش میمونه که درست جلوی گاوشو قفل نکرده، در خوب نبسته جلوش. رشی بعدی، شروهو ولو تافخ به اپه هرزه که کنس شروه لدیر ولونا البفانا، مثل این که گاوش آورده تو آقل، در آقل رو قفل نکرده و یاد سابه ایزی گاوه رفته و آسیب زده. پس اینجا با وجودی که آتیشه تو حیات اولی که شروع شده، اینجا خط طرف به حساب قدرت اولی تموم شده و رفته، به خاطر مامونو ولی هنوز خیابه، اگر میتونسته حساره رو درست بکنه و نکرده. اگه نمیتونسته اصلا حساره رو درست بکنه، به خاطر مامونو هم خیاب نمیبود، آنوس میبود. و اینجا وقتی میره حیات دومی آتیش میگیره، فقط روی گالوی روی خرمنه خیابه، نه تو روی اسکناس هایی که تامون پنهان بوده در این خرمن. اخی که ما رو میپرسه، من آخر دمنده ایتله میشوم خیتسا ویتله میشونا میمیشون مامونو، اگه تو میگی طبق ربیا خانن که قبول داره آتیش شخص وقتی آسیب میرسونه خیابه، به خاطری که این قدرت شخصه، قبول داره که حتی به خاطری که این اموال شخص حساب میشه به خاطر اونم خیابه، سمعی به نیهو. اینجا فرق بین ربی و خانن و رشلاقیش چیه؟ گمارا اینجا میتونست جواب بده خیلی راحت، موردی که مامونو نباشه ولی خیتساو باشه، طبق ربی و خانن خیابه، طبق رشلاقیش پاتور. ولی الان گمارا برداشت میکنه که حتی در مورد مامونو باید فرقی باشه بین ربی و خانن و رشلاقیش. اگه ما رو جواب میده، ایکا به نیهو لخیبو به اربعا دواریم، فرق اینه که آیا طرف رو روی اون چهار تا آسیب ها خیاب میکنیم یا نه. شخص میتونیم اگه به دیگری آسیب بزنه باید نزق سعر ریپوی شوت و بوشت بده. من داملی که میگه میشون مامونو خیابی، فقط یعنی این گاوت رفته آسیب زده، فقط پول چی میدی؟ نزق میدی، تموم شده رفت. مندامری که میگه به خاطر خیتساو خیاوی، یعنی این تو بودی، آدم بوده که اینجا آسیب رسونده او، پس نزقو باید بده، پول سعر باید بده، پول ناراحتی، پول شفای طرفو باید بده، پول بیکاریش هم باید بده، ولی پول خجالتشو اینجا نمیده، از بوشت پاتوره، به خاطری که کوانای خجالت دادن طرفو نداشته. داشتیم تو میشنا که الها حرارا مشلم، این آقا سگی که اومده رفته کیک زغالی گرفته برده خورده و خرمن و آتیش زده، رو کیک نزق شالم میده، رو خرمنه خطی نزق میده. من خیاب، گمار میگه کی باید این پولو بده؟ و گمار الان داره حساب میکنه که ما یه صاحب سگ داریم، یه صاحب زغال داریم و یه صاحب خرمن. اگه من پرسه کی مسئوله به خاطر این، گمار میگه بعل کلف، صاحب سگ است که خب خیابه. گمار میگه ولی خیب نامی بعل گخلت،
میگه ولی صاحب سگه داره رو خرمنه فقط چقدر میده؟ نصف میده. بیا صاحب زغال رو هم مسئول بکنیم که اون نسبه رو بده. چون اگه ما الان داریم میگیم هم ربی و خانان و هم رشلاقیش میگن ایشو میشو مامونو، یعنی این مثل گاوه تو بوده که رفته آتیش رسونده این آتیشه، خب پس صاحب زغاله مثل این که گاوش رفته آسیب زده، پس بذار اینم خطی نزق بده، خطی نزق صاحب سگه بده، خطی نزقم صاحب آتیش بده. چرا صاحب زغاله اینجا مسئول نیست؟ بشه شیمر گخل تو، به خاطری که این داشته از زغالش نگهداری میکرده. که اون میگه ای کشه شیمر گخل تو مای بای کلب هاتا، اگه داشته از زغالش نگهداری میکرده آقا سگه اونجا چی کار میکرده؟ که اون جواب میده به خاطر اینجا سگه رفته زیر در و کندکاری کرده، بوی کیک پیچیده شده بوده، زیر در رو میکنه و میره تو. آمر رو ماری بری درو کهنا زوت عمرت، از اینجا بیا به نتیجه برسیم. چون اینجا با وجودی که مشونه هست اینکه سگ بیاد زیر در بکنه بره تو غیر معمولیه، پس باید بود بگیم مشونه خطی نزق بده، ولی رو کیکه داره چی میده؟ نزق شالم میده. زوت عمرت، این که داره رو کیکه با وجودی که مشونه است نزق شالم میده، بگیم ستم دلاتوت خطورات هن اتل کلف، درهای معمولی خیلی وراحتی سگ میتونه بیاد زیرشو بکنه و بره تو و وارد بشه و این مشونه حساب نمیشه، به خاطر همینه که روی خرارائه نزق شالم میده. چون اگه مشونه میبود باید بود خطی نزق بده. گمار میگه ده اخالا هیخا، حالا کجا اومده گرفته سگ این کیک رو خورده؟ ایله ایما ده اخلا به گادیش ده آلما، اگه رفته اینو کنار خرمن یه شخص سالس خورده، ها با اینان او بی ار بیسته اخر، برای که روی خرارا اینجا نزق شالم پرداخت بشه باید این خراره کجا خورده بشه؟ تو رشوت نیزق سد اخر ولیکا، اینجا بردتش تو رشوت صاحب گادیشه اونجا خورده، رشوت نیزق نبوده. گمان میگه لوت سریخا، این لازم به گفتنه ده اخالا به گادیش ده بعل خرارا، رفته اینو خورده کنار خرمن صاحب کیک، یعنی صاحب کیکه با صاحب خرمن یه نفر بیشتر نیستند. و اینجا گمارا داره جواب سوالی که پرسیدیم میده. گمار پرسید بیا این صاحب زغال رو خیاف بکنیم که پول نصف خرمنه رو بده. گمار داره میگه بابا جون صاحب خرمن و صاحب زغال یکیه، چی از این جیب برداره بذاره تو اون جیب؟ باروخ ادونای لعالم، آمین و آمین.